آخرین فراز از سخنان من درباره ضرورت عدالت جهانی است. همه ما و تک تک انسان‌های جهان باید در ساخت جهان جدید مشارکت و حضور فعالانه و متعهدانه داشته باشیم. جهان جدید اگر بخواهد جهانی اخلاقی، مشروع و از نظر مردم جهان مقبول و از نظر توانایی در حل و فصل مشکلات جهانی موفق و پیروزمند باشد، راهی ندارد جز اینکه بر محور عدالت جهانی شکل گیرد. این مهم نیازمند توجه به اصولی است. یک، احساس مسئولیت مشترک جهانی در مقابل ظلم و بی‌عدالتی. دو، احترام به خواست و اراده ملت‌ها و عدم مداخله در مسیر مستقل رشد آنها. سه، نفی استانداردهای دوگانه. چهار، مخالفت با جنگ و خشونت. پنج، استقلال و عادلانه عمل کردن نهادهای بین المللی و مهمتر از همه نقش آفرینی انسانهای صالح و عادل در شکل دهی به این نظم جدید است. نگاه ما به آینده بسیار امیدوارانه است. مؤمنانه باور داریم که بر مبنای مشیت و اراده الهی، همانطور که پیامبران الهی بشارت دادند، عدالت جهانی خواهد شد و حکومت بندگان صالح پروردگار در زمین حکم فرما و بشریت با ظهور آخرین منجی رستگار خواهد شد. از توجه همه شما صمیمانه سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.